نمایشگاه کمک میکنه، هم در حوزه گردشگری آشنایی حاصل بشه و این زیبایی ها دیده بشه، معرفی بشه، مشکلات شناسایی بشه برای رفعش. همین کنار هم نشینی ها کمک میکنه خیلی از مشکلات رو خودشون با هم حل بکنن. مقامات اجرایی هم وقتی میان در یک مسیر، در یک نوعی کوریدوری، همه مشکلات متناسب و همسو رو با هم میتونن ببینن، بهتر میتونن تصمیم گیری رو تحلیل بکنن. الحمدلله هم نمایندگان محترم مجلس و رؤسای برخی کمیسیون ها بودن، مقامات اجرایی بودن، خیلی از نزدیک و ملموس‌تر آشنا شدن. در حوزه صنایع دستی هم خب با توجه به جنس حوزه صنایع دستی اساساً هم در حوزه اقتصاد برای ما خیلی مهمه و سرمایه گذاری در این حوزه و اهمیت که دولت در حوزه اقتصادهای خرد و خانگی، به ویژه حالا این حوزه‌هایی که بیشتر حوزه‌های زنان سرپرست خانوار، اینها هم معمولاً در این حوزه‌ها بیشتر فعال هستند، خب دولت خیلی تمرکز ویژه‌ای بر روی حوزه‌ها داره و نگاه ویژه‌ای داره. در سند تحول دولت هم همین دو حوزه، دقیقاً هم حوزه گردشگری هم حوزه صنایع دستی، جزء محورهای جدی دولت مردمی قلمداد شده و در اولویت قرار گرفته. اولویت دولت حمایت از همین گونه مشاغل، یعنی هم کارآفرینی شده، هم اقتصاد مقاومتی و خودبنیان رو توسعه داده و تقویت کرده، هم هنر درش نهفته است، هم از اون اقشار آسیب پذیر مثل زن و سرپرست خانوار مثلا ناخودآگاه حمایت شده. واقعا میگم از هر جهت برای هر مقام مسئولی در هر سطحی از کشور به نظر میاد اینجا هم برای خودش آورده داره، هم او میتونه برای این مجموعه انشالله کمک کار باشه و تلاش بکنه در جهت حمایت و تقویت این حوزه. ما هم به سهم خودمون حتما انشالله برخی موارد رو، مثلا جامعه هتلداران به حق به نظر من مطرح کردم، من خودم حتما به شخصه حداقل در حد توانم پیگیر حل این مشکلاتشون خواهم بود. هزینه های گاز و برق و اینهایی که بعضا مطرح میکردن، صحبت ها به نظر من حداقل به عنوان یک عضو است، حتما هم در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حتما این محقق شدن اون مصوبات پیگیری میشه، با پیگیری خود وزارت گردشگری طبیعتا جلودار میشن، ما هم حتما پیگیری میکنیم. وقتی یه چیزی تصویب شده در سطح هیئت وزیران، در سطح ستاد کنه، حتما باید اجرایی بشه. اونجایی که همکاری نمیکنن باید ببینیم مشکل چیست، مشکل شناسایی بشه، برطرف بشه و بره به سمت اجرا. آقای دکتر زرقامی در جلسات هیئت دولت واقعا پیگیر هستن. من اخیرا یادمه در خصوص تبصره 18 منابعش، خب چون وزارت گردشگری یکی از فعال‌ترین وزارت، شاید فکر می‌کنم اولین وزارتخونه بوده در جذب منابع، گزارش که آقایون ارائه می‌کردن هم از سازمان برنامه هم از وزارت اقتصاد، اولین وزارتخونه بود در حوزه جذب منابع تبصره 18. خب اونم یه سری مشکلات اجرایی در استان‌ها داشت. در جلسه وزیر محترم آقای دکتر زرقامی پیگیری کردن، دستور دادن هم معاون اول هم رئیس جمهور، چون این حوزه‌ای داره اولویت دولته. البته من عرض کردم دولت اعتقادش این که اینا به شیوه مردمی باید اداره بشه، به شیوه مردمی باید پیش بره، بخش خصوصی باید فعال بشه، ولی همین فعالیت نیازمند حمایت دولته، نیازمند هم حمایت، هم بعضی جاها کمک کردن، هم بعضی جاها رفع موانع، که این رو دولت با جدیت در پیش داره. مهندس زرقامی هم شخصیت فرهنگی خودشون، فرهنگ اجتماعی خودشون، شناخت و اشراف خودشون، هم نحوه مدیریتشون، هم میزان فعالیتشون در حوزه گردشگری، در حوزه عرض بکنم یعنی میراث و گردشگری صنایع دستی، هر سه حوزه مقصودم وزارتخونه بود، در این حوزه واقعا ستودنی است. یعنی ما یه اصطلاحی داریم میگیم جنگنده بحث میکنن ایشون، یه اصطلاح هم خود ایشون دارن میگن بذاریم زیر میز. خیلی جاها در جلسه دولت میگن آقا اجازه بدید اینجا بذاریم زیر میز، و من مطمئن هستم که ایشون این زیر میز زدن رو در وزارتخونه هم با همین جهتی که شروع کردم با جدیت انشالله پیش خواهند رفت. شاید تحولات جدی انشالله در حوزه گردشگری، میراث و صنایع دستی خواهیم داشت.